در سحر بیستم ماه من با شما و در کنار شما هستیم و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. این شبها خیلی راحت میتونیم سرمون رو بالا بگیریم، این شبها میتونیم خیلی راحت به خودمون ببالیم، افتخار کنیم که آقایی و مولایی و پدری به مهربانی امیرالمؤمنین داریم به برکت فضائل حضرت که حاجای کاشانی شب ما رو مهمان کردن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، خدا و حضرت عالی قوت بده و روزی انشالله برای خدمت به شیعان امیرالمؤمنین. محضر عزیزان هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خداوند انشالله محبت امیرالمؤمنین رو در دلهای همه روز به روز شعله ورتر کنه و این دستاویز ما باشه برای انشاءالله نجات روز قیامت. انشاءالله و انشاءالله وقتی به این ستونا تکیه بزنیم، بنشینیم مقابل حضرت از فضائلش بگیم و بشنویم و بهره مند بشیم. انشاءالله ببینیم امشب برای ما بناست از چه منظری به زندگی و سیره حضرت بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه امشب آخرین شبی است که بنده خدمت عزیزان هستم، میخوام یکم دل عزیزان رو بسوزونم، از رابطه عاطفی عجیب امیرالمؤمنین با یارانش بگم که هممون دلمون بخواد انشاءالله فردا شب و سه شب بعد که در شبهای قدر انشاءالله شب زنده داری میکنیم، از خدا بخوایم که این جور محبت امام زمان سلام الله علیه رو به ما بچشونه انشاءالله. ما حقیقتاً مصداق بارز ندید بدیدیم و کسانی هستیم که با یه رایحه، مثل کسی که با یک تصویری از اون سر دنیا عاشق شده، ما محبت امیرالمؤمنین رو خدا به جونمون انداخته، درونمون رو یک شعله افروخته، ولی ندیدیم قد و قامت زیبای او رو و قد و قامت شخصیت عظیم او رو. آنچه این شبها هم گفتیم بنده اعتراف میکنم که از هیچ هم کمتر بود. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونه امیرالمومنین رو توصیف کنه با الفاظ کوچیک این دنیا، از یه بیچاره روسیه مثل من نباید توقع داشته باشن. ما حتی همین ظواهر حضرت رو هم نتونستیم بگیم. فقط خدا رو شاکریم فرصت شد مجلس فضائل امیرالمومنین با خیلی کثیر شیعان امیرالمومنین برپا شد. منم بی لیاقت وارد شدم. نه آقا اختیار دارید، خدا حفظتون کنه انشاءالله. بی مقدمه میرم سراغ بعضی از یاران دلداده امیرالمومنین که سر دادن برای محبت حضرت. خدا انشاءالله روزی ما هم بکنه. این شبها که از شهدا میگفتن ما قبطه میخوردیم که در دوران ما هم کسانی بودن بر منهاج و مسیر یاران حضرت. خدا کنه انشاءالله ما از قافلشون عقب نمونیم. یه شخصیتی داریم در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه به اسم جویریه ابن مسهر. این آقا عجیب عاشق امیرالمومنین بوده و امیرالمومنین عجیب رو دوست داشته. یه رابطه دو طرف. ببین ما معمولا رابطه های محبت آمیز، زن و شوهرها، عاشق و معشوقها، معمولا نیاز به هم داریم. اینی که امیرالمومنین که قطعا نیازی به جویریه نداره، این چه جنس محبتیه که نمیتونه دوری او رو تحمل کنه. امیرالمومنین نمیتونه دوری جویریه رو تحمل کنه. خدا روزی ما بشه که از این محبت ها بچشه. نوشتن که گاهی اینقدر ایمان داشتن به امیرالمومنین و گاهی هم چشمشون باز به حقیقت میشد، یه روز اومد جلوی در دارالحکومه صدا زد که علی ابن ابی طالب مولا کجاست؟ گفتن آقا مشغول استراحتن. داد زد، نتونست تحمل کنه. یعنی گاهی مظلومیت امیرالمومنین وجود اینا رو آتیش میزد، نمیتونستن تحمل کنن، میومدن کنار ساحل دریایی حضرت بلکه آرام بشن. صدا زد که ایها النائم استيقظ، بید ای که خوابیدی بیدار شو. فوالذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من رو خلق کرده و دست اوست، لتضربن ضربتن علا رأسه که تخذب من حالحیتو، به خدا انگار که نداره میبینه، به خدا ضربه ای به فرق سرتو به زودی خواهد خورد که محاسنتو به خون سرت خذاب کنه. حضرت اومدن فرمودن که
به زودی قسم به اون کسی که جان منم در دست اوست، لیقطعن یدک و رجلک، به زودی دست و پای تو رو هم خواهند برید. و ببینید تو خیالت راحت باشه که تو راه اطاعت ما هستی، میبینم که روزی تو رو به درخت خشکیده جلوی در خونه کافری آویزان میکنم. هیچ آه نگفت، آه نگفت. نوشتن حبه یرانی که از یاران امیرالمومنین میگه داشتیم حرکت میکردیم با سپاه، امیرالمومنین پشت سرشون رو برگشتن نگاه کردن، دیدن جویری اون ته وایساده نمیاد جلو، ادب داشتن. این کاروان که داشت میرفت جویری عقب وایساده بود. خیلی هم از حضرت خاطره نقل کرده، فلتفته حضرت اون رو نگاه کرد، دید جویری عقبه، صدا زد الحق بی، بینج بینم، بی جلو. الا تعلم انی اهواک و احبک، جویری تو نمیدونی من خیلی دوستت دارم، چی عقب وایسادی، بیا نزدیکم باش. بعد فرمود میخوام یه چیزایی بهت بگم، اینا رو حفظ کن. شروع کرد آروم آروم با او حرف زدن. گاهی طوفان در دل امیرالمومنین میشد از غلیان علم و میفرمود که ان ها هنا لعلما جما، کاش یکی پیدا میشد بشه باهاش حرف بزنم، سینه فراخ داشته باشه که این رو به هر کس و ناکسی نگه. شروع کرد به گفتن. بعد جویری دید عجب سخنان عظیمی که کسی هم نگفته، چون کسی لایق نبوده که بیاد ببینه اینجا چه خبره. گفت آقا جان حیف، انی رجل نسیم، آدم فراموشکاریه. چقدر حضرت قشنگ گفته. حضرت فرمود که انی اعید و علیک، من دوباره میگم، اینقدر میگم تا تو جانت بشینه. این رابطه رو ببینید. بعد یه عبارتی فرمود که این معلوم رمز موفقیته. آقای شریعتی همین جمله امیرالمومنین خدا میدونه اگر در جامعه اسلامی ما واقعا پیاده کنیم زندگی مردم زیر و رو میشه. فرمود یا جویری یا احبب حبیبنا ما احبنا، مدار حب و بغضت باید من باشم ای جویریه، هر کسی دوست منه باید دوستش بداری. ما اینجوری نیستیم. ما گاهی عوامل دیگه باعث میشه حب و بغضمون رو جابجا کنی. فاذا ابغضنا فابغضه، اما اگه دیدی از ما برید تو هم ازش ببر، یعنی محور حق رو یادت نر. حضرت دارم ملاک میکنه. ابغض بغیضنا ما ابغضنا، با دشمن ما دشمن باش تا وقتی دشمن ماست، ولی اگر حر میشه برمیگرده همه آغوش باز میکنه. اما اگر دیدی ازا احبنا فاحبه، مدار محبت ملاک محبتت ما باعث باشه. من چون این سه سالی که در خدمت عزیزان بودم رو سفره ای از جانب امام رضا علیه السلام میدونم، یه نمونه شبیه این در سیره پسر امام رضا هست. میدونید که امام رضا سلام الله علیه نامه زد به پسرش که شنیدم تو رو دوست ندارن از در اصلی ببرن بیارن، از در پشتی میبرن که بیچارهایی که اومدن دستشون خالی بمونه، کیسهاتو پر کن. خلاصه ما سفارش شده های امام رضاییم به امام جواد. امام جواد ببین، میخوام بگم این سیره ائمه است. اینی که عرض میکنم انشالله یه روز امام زمان سلام الله علیه رو ببینیم، روزیمون بشه، اون وقت دلمون گنج میره از محبت آقا، محبتی که ما نیاز نداره ها، از سر عطوفته، مظهر ارحم الراحمینه، مظهر رؤوفه، مظهر شکوره، همینجوری هست، مظهر وفیه. همین حضرت علی ابن مهزیار یه نامه ای زد به امام جواد سلام الله علیه. آیه من شاید 10 سال مست این روایت و امام جوادی که هم میشناسم این شکلیه. البته من متاسفانه علی ابن مهزیار نیستم بالاخره، ولی آقایی اون اینجوریه. یک نامه ای نوشت علی ابن مهزیار به حضرت، گفتش که آقا خیلی وضع مالیم خرابه، اگه میشه این پولی که پیشمه اینو اجازه بدید ما خرج کنیم و از خدا هم بخواد یه توسعه‌ای به ما بده، دو فقریم. حضرت فرمود که وسع الله علیک، خدا ایشالله به تو توسعه رزق بده، این چیزایی هم که دستت مال تو قابلی نداره. بعد فرمود که اما ما سألت من الدعا، گفتی التماس دعا، ما گاهی به من میگیم التماس دعا، الکی من میگم و اگرم به من بگن یادم میره دعا کنم، در حالی که اهل بیت دنبال اینن که ما دل دریادل بشیم و واقعا هم دیگر رو دعا کنیم، ببینن ما کرم داریم به هم دیگه، دستمون رو میگیرن، یعنی نسبت به هم بل. محبت داریم. حالا نگاه کنید، حضرت فرمود اما ما سألت من الدعا فانک
که بعد و لست تدری کیف جعلک الله عندي. تو چی فکر کردی راجع من؟ نمیدونی من چقدر تو رو دوستت دارم. تو اصلا نیازی تو من بگی التماس دار. من لحظه ای تو رو فراموش نمی کنم. ربما سمیت تو که بسم که و نسبک، با اسم و نسب دائم دعات می کنم. کثرت عنایت به تو دارم، خیلی دوستت دارم. ای جانم. و بعد فرمود که خدا از تو راضی باشه، بهشتش نصیب تو بشه. در جای دیگه فرمود حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشور کنه. ببین ته آرزوی ما اینه که اینو بخوایم از اهل بیت، از اون طرف امام جواد فرمود. بعد یه عبارتی نوشته منو بیچاره کرده، فرمود کتب تو به خطی، با دست خط خودم نوشتم که هر وقت اینو نگاه کردی ببینی مولای من منو دوست داره. خدا روزی ما کنه اینو باور کنیم که امام زمان سلام الله علیه ما رو دیشب دعا کرد، ما رو دوست داره. خدا کنه یک هزارم محبت امام زمان و امیرالمومنین ما اونا رو دوست بداریم. اگر گاهی میبینیم که قنج میره دلمون از محبت اهل بیت و مثلا فرض بفرمایید که میبینیم که کیف میکنیم فضائل اهل بیت میشنویم، مثل این عبارت که الان میخونم، هزار برابرش اهل بیت نسبت به ما هستن. اصلا اذن دادن که ما دوستشون بداریم. یه وقتی پیغمبر اکرم به ابوذر سلام الله علیه، ابوذر خیلی در راه محبت اهل بیت فحش خورده، بی حرمت شده، بهش بی ادبی کردن، بعد از حیاتش هم، بعد از شهادتش هم بهش بی ادبی کردن، هنوزم به او بی ادبی میکنن. شخصیت مجبور و مهجوری داره متاسفانه. بدون رودروایی از امیرالمومنین به حق و عدالت دفاع کرد. پیغمبر به او فرمود که یا ابا ذر هب علی مخلصا، قدر بدونن عزیزانمون محبتو، به پای مادرانمون بیفتیم اگر محبت داریم به امیرالمومنین. فرمود با اخلاص علی رو دوست بدار، یعنی توقع چیزی نداشته باش، بدون که چه گنجیه، اصلا اجازه دادن در دلتو جا بگیره. حبیب زهرای عطر رو بذارن منم دوست بدارم. محبت غیرت میاره. آقایی کردن اجازه دادن ما امیرالمومنین رو دوست بداریم. فرمود هیچ کس نیست که امیرالمومنین رو دوست بداره الا اینکه مستجاب و دعوه میشه. ما اگر با اخلاص امیرالمومنین رو دوست بداریم، یه یا الله بگیم کفایت میکنه به برکت محبتمون به امیرالمومنین. بعد تا اینو شنید ابوذر اینجوری گفت سلام خدا بر ابوذر، گفت یا رسول الله انی لعجد حب علی ابن ابی طالب، من حب علی برام آقا اینجوریه، علا کبدی کبار دلما، این آب خنک بر جگر تشنم، او که اصل نحل، مثل اصل نابی که از زنبور میگیرن، او که آیت من کتاب الله اتلوها، این چقدر کلاس ابوذر بالاست، همونجور که آیه قرآن میخونم به شوق میام، خدا روزی کنه ما هم اینجوری با قرآن انس بگیریم. و هو اندی احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. حضرت فرمود خب حالا که اینطوری هستی ای ابوذر، بدون حجاب بین بنده و خدا حب علی ابن ابی طالبه. یعنی اگر محبت داری، ارتباط با خدای تو ارتباطی است که خداوند به تو عنایت میکنه، دعای تو حبس نمیشه. حالا نگاه کنید محبت اینطوریه، او رو به خاطر دفاع از امیرالمومنین خیلی بهش جسارت کردن، خیلی بهش بیادبی کردن، او رو تبعید کردن، به گونه زشت با او رفتار کردن که منابع تاریخی میگن کرهت و ذکرها، دوست نداریم جزئیاتش رو بگیم، چون خجالت آوره که از مهمترین اصحاب پیغمبر که حبش بر پیغمبر واجب بود، بهشت بر او مشتاق بود، و این شکلی با شطور بی جهاز و با اون وضع شکنجه گونه بردن شام و دوباره برگردوندن و بعد گفتن دوباره ربزه میفرستیم، حق نداره کسی بره دنبالش. ابوذر هم مثل کوه بود، از کوه سخت‌تر بود، یک تنه شام و معاویه رو به هم ریخت. یک نفر معاویه به خلیفه نامه زد که اگر میخوای شام به هم نریزه ابوذر رو برگردون، نمیشه نگرش داشت. یعنی مؤمن اگر مؤمن باشه یک تنه زیر و رو میکن، امت میشه. گفتن حق نداره کسی بره عیادت. وفای امیرالمومنین ببینید، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، عمار سلام الله علیهم اجمعین وایستادن. حالا الان یه نفر رو غریب بیکس تنها با
بی‌ادبی در نهایت زشتی میخوان بکشن ببرن توی بیابون تبعید داشت رد میشد. فلما را ابو ذر علیا، تا امیرالمؤمنین رو دید قام الی، برگشت رفت به سمت حضرت، فقبل یده او، دست حضرت رو بوسید و بکا، شروع کرد گریه کردن. برای چی گریه کرد؟ ممکنه خیال کنم میگن دیگه داره میره قربت، ابو ذر از قربت نمیترسه. گفت انی رأیتو که و رأیتو ولدک، آقا جان من تو پسراتو که میبینم یاد کلام پیغمبر راجع به شما میفتم که چه بلاهایی سرتون میارن. همونجوری که پیغمبر امیرالمومنین رو میدید یه جوری گریه میکرد، شنهای مقابلش خیس میشد. گفت فلم اصبر، تا شما رو میبینم یاد مصیبت‌ها و مظلومیت تو میفتم. حالا دارم میونش تبعید، دارم میونش تبعید، اصلا یادش نیست بخواد داره تبعید. تا امیرالمومنینش از شوقش شروع کرد گریه کردن. گفت فلم، من تا تو رو میبینم نمیتونم خودم رو نگه دارم. شروع کرد به گریه کردن. وفای امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین به خاطر ابو ذر یه دشنام بسیار زشتی شنید، اومد مروان گفت برگردید بینم، ممنوعه. حضرت فرمود برو کنار، محبوب پیغمبره. دوباره مروان اومد با شطورش میرفت و میومد، حضرت با یه تسمه که دستش بود آرام زد به شطور مروان، گفت برو اونور. خیلی معلومه که امیرالمومنین چقدر ابو ذر رو دوست داره و شما این چقدر ارزش ها جا به جا شده. رفت شکایت کرد مروان. آن شریعت قصاص برای اینه که یه آدم به یه آدم ضربه بزنه بگم بله بله جبران کن، اما اگر یه نفر یه ضربه به یه اسبی بزنه مثلا به یه شتر که جاش او رو نمیزنه. امیرالمومنین رو احضار کردن گفتن میخوایم تو رو قصاص کنیم. الله اکبر. و امیرالمومنین این بی‌حرمتی رو تحمل کرد به خاطر اینکه و گوش نکرد که تا آخر پای ابوذر بایسته. ابوذر وصیت کرده بود به امیرالمومنین. بعضی شک کردن امیرالمومنین کیو میگی، این خلیفه اون خلیفه. گفت نه، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب حقا حقا امیرالمومنین حق. و حضرت هم به جان خرید و عده‌ای رو فرستادن به بدرقه او و خلاصه تجهیز او بعد از شهادتش. یکی دیگه از اون کسانی که یه عمری در راه امیرالمومنین خرج کرد و اینو که من الان برای شما میخونم اگر خدا توفیق بده و امام رضا عنایت کنه درست بخونم دلمون تنگ میشه برای آغوش امام زمان. عمار 50 سال با امیرالمومنین رفیقه و خادمه و مطیعه. 50 سال، 50 سال به خاطر امیرالمومنین فحش خورده. عمار از اون کسانی است که در اول اسلام به بدترین و بیادبانه ترین شکل پدر مادرش رو کشتن. هرگز نمیشه گفت چه کردن با او و او چه جنایاتی رو تحمل کرد به خاطر امیرالمومنین رسول الله و الله. صفین که شد روز اصلی، روز شهادتش، آمد محضر امیرالمومنین گفت اتعذن یا امیرالمومنین یا اخا رسول الله، ای برادر پیغمبر، آیا اجازه میدی منم برم میدان؟ 90 سالش بود، 92 سالش بود، میدان جنگ چی کار داری؟ حضرت فرمود که مهلا رحمک الله، خود صبر کن. حضرت نمیخواست او بره. من یاد آغوش امام حسین سلام الله علیه و قاسم بن الحسن میفتم. خدا روزیمون کنه عشق و محبت امام زمانو ببینید. دل کندن چقدر سخت. عمار میرفت، اینا همه وجودشون این بود که من یه روزی در راه تو سر بدم. دوباره برگشت گفت آقا بزن من برم. حضرت فرمود صبر کن. بار سوم که اومد اینا رو عزیزانمون برن با روضه های کربلا مقایسه کنن. بار سوم که اومد فبک ها امیرالمومنین، حضرت شون که گریه کردن یه نگاه به عمار کردید، حیف این عمار دیگه پریده. عمار دلش میخواد آخر عمرش مهر ختم اعمالش در این دنیا جون دادن تو راه امیرالمومنین فدایی باشه. علی فدایی باشه. همونجور که امیرالمومنین همینو میخواست از پیغمبر و تو جنگ ها، یا رسول چرا من کشته نمیشم تو راهت، دوست دارم فدات شم. گفت یا امیرالمومنین، عمار عرض کرد این امروز همون روزی که پیغمبر فرموده بود. میدونید که شهادت عمار مهمترین سند حقانیت امیرالمومنینه. این بذارم جونمو فدات کنم بفهمن تو کی هستی، با اون روایت که پیغمبر فرمود. امروز همون روزه.
امیرالمومنین از مرکبشون پیاده شدن، عمار رو محکم در آغوش گرفتن، بعد عبارتی که گفتن این بود، عجیب بود، فرمود یا ابل یغزان، کنیه عمار، جزاک الله عن الله و عن نبیک، خدا و پیغمبرش به تو جزای خیر بدن، فنعم الاخو کن، چه برادر خوبی بودی. آقایی امیرالمومنین رو ببینید، ما محضر اهل بیت میریم جلوی مزاریشون میگیم عبدک و ابن عبدک، من یقین دارم عمار با همه وجود اینطوری میگفت، اما امیرالمومنین فرمود نعم الاخو کنت، عجب برادری بودی، نعم الصاحب کنت، عجب رفیقی بودی. ثم بکا، این بار دوم شروع کرد امیرالمومنین گریه. آقا امیرالمومنین مرد میدان نبرده ها، ببینید چه محبتی داره به عمار. عمار گفت آقا جان من در خیبر از پیغمبر شنیدم، آقا جان بدونا من همین جوری نیومدم دنبال تو، فکر کنی مثلا نفهمیدم کجا اومدم، من با بصیرت اومدم. تو خیبر پیغمبر به من فرمود ستکون و بعدی فتنه، بعد من فتنه ها میشه، اما اینجوری شد اتبع علی، تو بچسب علی، بچسب علی و حزب علی، فانه مع الحق و الحق معه، که حق با اوست و او با حقه. اما تو با ناکسان جملی ها و قاستان سفینی ها می جنگی، دیگه بعدشو نیستی که با نهروانی ها بجنگی. اما گفت یا امیرالمومنین من از تو باید تشکر کنم، 50 سال در هدایت من زحمت کشیدی، فجزاک الله یا امیرالمومنین افضل الجزا فلقد ادیت و ابلغت، تو دین و دین تو ادا کردی، حق رو به ما رسوندی، دلسوزی رو حقش رو تمام کردی، رفت وسط میدان تشنش شد. ائمه ما در امام هادی سلام الله علیه روز عید قدیر کنار ذریح امیرالمومنین اسم عمار رو میبره، یه یاد او به خیر که وقتی تشنه شد گفت من تشنمه آب بدید، شیر رقیق شده با آب میدادن که یه توانی هم بدن. خلاصه تا اینو خورد گفت الله اکبر، پیغمبر به من فرمود آخر و شراب که من دنیا ضیاهن من لبن، آخرین چیزی که تو این دنیا تو می نوشی شیر رقیق شده است، امروز روزیه که خودم فدای امیرالمومنین کنم. رفت میدان، رفت میدان به شهادت رسید. شب که شد جنگ کمی سبک شد، امیرالمومنین می گشت دنبالش، کاش مبنزه امیرالمومنین که دنبال بدن بی جان عمار گشت، دنبال امام زمان تو زندگیمون میگشتیم و نسبت سنجی میکردیم با حضرت. حضرت شبونه میچرخید تا عمار رو پیدا کرد. بعضی نقل ها بی سر او رو شناخت، بعضی نقل ها هنوز سر به بدنش بود، پیاده شد از اسب و سر او رو به دامن گرفت، دوباره شروع کرد گریه کردن و یه حرف خیلی جانسوزی زد، فرمود که ای دنیا به هر که دل بستم از من گرفتی و با هر که محبت داشتم بین من و او جدایی درست کردی. من اینجا بحثو دیگه چون فرصت نیست یه وقتی یه جمله بگم و دو تا اصلا جمله. همون عین عمارش این که امام صدات کنه همینه. دنبالت بگرده همینه. یه عالمه حرف توشه. اینهای شریعتی تمام عمرشون رو تلاش میکردن، جون میدادن برای امیرالمومنین، بعد وقتی میرسید به جدایی نمیتونستن جدایی رو تحمل کنن. یکی دیگه شو بگم، فرصتمون محدود شد، تموم شد، یعنی من وقتو گرفت. یکی از یاران ویژه امیرالمومنین که اون هم فحش خورده بر امیرالمومنین، صحابی پیغمبره ولی بی حرمت، بخاری از او روایت نقل نمی کنه به خاطر حب شدیدش به امیرالمومنین، خطیب بغدادی میگه پرچمدار مختار بود، خونخواه سیدالشهدا بود، ابو طفیل عامر ابن واصله سلام الله علیه. آقا این هم پهلوان بود، هم شاعر، هم خیلی از اهل بیت دفاع کرده، روایات مهمی در قدیر داره، اگه فرصت بود خود ابو طفیل جلساتی بعد راجع به صحبت کرد. آقا انقدر این گریه میکرد این ورمه شعر میخوند، معاویه گفت هر جور شده پیداش کنید بیاد. وقتی وارد شد امراض تو جلسه بود، خلاصه گفت میدونید این کیه؟ فارس صفین، شاعر صفین، این خلیل و ابو الحسن، به به، دوست امیرالمومنینه. گفت چقدر علی رو دوست داشتی؟ گفت حب ام موسی آل موسی، اونقدر که مادر موسی او رو دوست داشت. گفت چقدر گریه میکنی؟ گفت ثکل العجوز الثکلا، مثل مادر بچه مرده براش گریه میکنم، ولی و الی الله اشک التقصیر،
از خدا شکایت میکنم، شکوه میکنم برای کمکاریم، کاش یه خورده بیشتر براش کار میکرد. آقای شریعتی، فرصت ما تمام شد. این سفره رو، این 80 روزی که در این 3 سال من محضر دوستان بودم، برای من یقینیه که امام رضا سلام الله علیه واسطه شده. امام رضا به قدیر خیلی اعتنا داشته، به قدیر خیلی اهتمام می‌ورزیده. منم اعتراف میکنم که یک دقیقم زیادیم بوده، لیاقت نداشتم، عزیزان ما رو تحمل کردن. خود امام رضا میدونه که به بی‌لیاقتی خودم خلاصه معترفم. امیدوارم عزیزانمون امشب و فردا شب عهد کنن قدیر امسال در اطعام محبان امیرالمؤمنین به عشق امام رضا کار خاص بکنه. انشاءالله. ما این عرایضی خدمت شما داشتیم، خیلیاش گروهی بوده، از آقای عظیمی که هر شب کمتر از نیم ساعت مونده برنامه تمام میشد، بعد از برنامه در فضای مجازی منتشر میکرد، و آقای شهسواری عزیز که بسته مستنداتش آماده میکرد، آقای تحصیلی، آقای نوروزی که در محتوا خیلی کمک میکرد، آقای لعل آبدار و آقای رشیدی در فیشبرداری و آقای راسی در مشورت های راجب اشعاری که میخوندیم، و خیلی عزیز تک تک خیلی ها زحمت باشه. کشیدن و بی عرضه بی لیاقتشون من نه آقا نفر راستکی واقعا و امیدوارم انشاءالله که به قول اون شاعر که من نسبت به امیرالمومنین دوست دارم این رو بگم، به ما وعده داده، میگه که لحظه احتضار که میشه، من دوستم شعر سعدی رو دو بیتشو بخونم و با عزیزان خداحافظی کنم. میگه لحظه احتضار که میشه، من برای لحظه احتضار این شعر سعدی رو میخونم که میگه اگر چه دیر بماندم، داره وقت میگذره و میخوان منو ببرن از این دنیا، امید بر نگرفتم، مز از زمان و قلبی یقول و انک آتی، من یقین دارم تو بالا سرم میای، و اگر بری من از تو قبر استخونم بیاری بیرون، نه 5 روزه عمر است عشق روی تو ما را، فقط تو این دنیا ما تو رو دوست نداریم آقا. وجد ترائحة الود شممت رفاتی، اگر استخون پوسیده منم از قبر بکشم بیرون، بوی محبت تو رو میده. امیدواریم در دنیا و آخرت عزیزانمون محبان امیرالمؤمنین به برکت امیرالمؤمنین خادم امام زمان باشن انشاءالله. خیلی برای ما توفیقی بود حاج آقای کاشانی توی این ایام، از اولین سحر ماه من 2 سال قبل که الحمدلله ماه من متولد شد و شکل گرفت تا امروز و امشب، که اساساً یک تابلوی از عظمت امیرالمؤمنین شما برای ما ترسیم کردید، یک افقی رو به ما نشون دادید که ما به اون سمت حرکت بکنیم، و امیدوارم این سفره همچنان گسترده باشه و ما همچنان از نفس گرمتون، از عمق معارفتون، شاید عزیزان دیگه با قوت بیشتر. خلاصه تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند، و تو همچنان که هستی. انشالله این سفره سالیان سال شبکه ایسه به نام مبارک امیرالمومنین انشالله از حضور شما هم استفاده خواهیم کرد، و حالا انشالله شبهای آینده خدمت عزیز بزرگوار دیگری خواهیم بود که عزیزانمون استفاده خواهند کرد. حاج آقای کاشانی خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. به همه دوستانی که زحمت کشیدن در این ایام با شما همراه بودن هم خسته نباشید و خدا قوت میگم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم سعدیا، بی حضور صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم. سپاسگزارم از سلامت.